عالی جناب آنتونیو بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، درود می‌فرستم به شما. من حشمت الله تبرزدی، روزنامه‌نگار، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، رهبر پیشین جنبش دانشجویی و از مخالفین سرشناس جمهوری اسلامی هستم که بیش از 16 سال در زندان‌های جمهوری اسلامی، در بازداشت‌های امنیتی زیر شکنجه و زیر فشار بودم. نشریاتم تعطیل شده، تشکیلاتم غیر قانونی اعلام شده و از تهران با شما صحبت می‌کنم. شما عید نوروز رو شاد باش گفتید به همه اونهایی که این عید رو جشن می‌گیرن. من هم به شما میگم هپی نوروز. آقای بلینکن، میخوام خدمت شما بگم که مردم ایران زیر ستم بدترین نوع حکومت ها هستند، حکومتی فاشیستی، ایدئولوژیک، سرکوبگر و حکومتی که در منطقه جنگ های نیابتی راه میاندازه، تروریسم رو گسترش میده و بدترین نوع حکومت در روی زمین هست. شما تصمیم گرفتید که با این حکومت یک معامله ای بکنید، سپاه رو از لیست تروریستی در بیارید، خامنه ای رو از لیست تروریستی در بیارید، در حالی که اونها مرتکب به جنایت علیه بشریت شدن در ایران. در هر حال شما تصمیم به چنین معامله ای دارید، اما باید بدونید که دارید به بدترین حکومت پورسانت میدید، پول میدید، امتیاز میدید. حکومتی که ما مردم ایران رو زیر ستم خودش قرار داده، شما در حالی یک فشار حد اکثری علیه پوتین و دولت روسیه ایجاد کردید که معتقدید روسیه ممکنه از بمب هسته‌ای استفاده کنه، بنابراین بهترین راه مبارزه و محدود کردن و در واقع زمینگیر کردن ارتش اونها در اوکراین این هستش که از تحریم حد اکثری استفاده بشه. بنابراین همین تحریم حد اکثری علیه رژیم حاکم بر ایران میتونه جواب بده. شما میگید چون میترسید روزی جمهوری اسلامی به بمب اتمی دسترسی پیدا کنه، پس بهتره که به او باج بدید، به او پول بدید، به او امتیاز بدید و اونها رو از لیست تروریستی خارج کنید، در حالی که این منطق در مورد روسیه به گونه‌ای دیگری است. همان منطقی که در مورد روسیه و در مورد پوتین استفاده شد میتونه در مورد جمهوری اسلامی استفاده بشه و بدون اینکه جنگی اتفاق بیفته این رژیم مهار بشه، هم در خارج کشور و هم در داخل کشور. مردم ایران، اکثریت مردم ایران چنین خواسته ای رو دارن. ما به دنبال برگشت به عقب نیستیم. مردم ایران میخوان خودشون حکومتی داشته باشن دقیقاً مثل ساختاری که در آمریکا هست، ساختار ریاستی، جمهوری و فدرال، که بتونه هم اقتدار خودش رو حفظ کنه، این منطقه دچار ناامنی نشه، ارتباط دوستی و خوبی با همه دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا داشته باشه، به شرط اینکه شما به خامنه‌ای، به سپاه و به نیروی سرکوب در ایران کمک نکنید. اگر امروز این معامله رو با جمهوری اسلامی انجام دادید، حتما به اونها کمک کردید، در حالی که اگر اونها رو زیر فشار حد اکثری از طریق تحریم‌های هوشمند قرار بدید، دولت و حکومت رو مورد تحریم همه جانبه قرار بدید، همان گونه که پوتین رو در اوکراین زمینگیر کردید، خامنه ای و حکومتش رو هم در ایران زمینگیر خواهید کرد. اونها به بمب اتمی دسترسی پیدا نخواهند کرد. در این حال مردم این امکان رو پیدا میکنن که با تغییر این رژیم به ساختاری دموکراتیک، سکولار، مدرن و متمدن دسترسی پیدا کنن و دوباره به جامعه جهانی برگردیم. یه بار دیگه به شما عرض میکنم که هپی نوروز است.